همچنان خبرهای مربوط به اختلاس بانکی 3000 میلیارد تومانی. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران بار دیگر موضوع این پرونده را به میان کشید و گفت 22 تن بازداشت شده اند و 15 متهم دیگر به زودی احضار می شوند. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران 84 دقیقه در تلویزیون دولتی ایران سخن گفت تا بعد از این مقدمه چینی طولانی به مقصرهای اختلاس 3000 میلیارد تومانی اشاره کند. از دولت نام نبرد اما نشانه هایی را اعلام کرد که به نوشته خبرگزاری مهر رد پای برخی از دولتی ها در پرونده اخیر بود. اما مهمتر از این مسائل دو تا عامل بوده: یک، عدم نظارت، دو، مجری بد. و باز چیزهایی هم که موجب این دوتا قضیه شده، یک، عدم التزام به مقررات و قانون. منظور از عدم نظارت و مجری بد بخش های اقتصادی دولت و بانک مرکزی است. در بعد عالی تر دادستان کل ایران بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد انتقاد می کند که تاکنون به برخی قوانین بی توجه بوده. آقای احمدی نژاد تاکنون بارها از اجرای برخی قوانین مصوب مجلس خودداری کرده و این به چالش میان مجلس و دولت تبدیل شده. دادستان کل ایران در شرایطی به نقش دولت در پرونده اختلاس اخیر اشاره دارد که تاکنون برخی رسانه‌ها اسنادی منتشر کردند که اسفندیار رحیم مشایی موافقت رئیس جمهوری برای واگذاری شرکت‌هایی به گروه متهم به اختلاس را به اطلاع وزرای وقت اقتصاد و راه رسانده. تاریخ 26/6 این گروه خودش یک نامی اون موقع نوشت خطاب به من. محسنی اژه‌ای در مصاحبه خود برای اولین بار بخش‌هایی از اعترافات امیر منصور خسروی را آشکار کرده که بر این اساس بدهی این گروه تنها به بانک ملی ایران بیش از 3000 میلیارد تومان است. حدود 3000 میلیارد تومان به بانک ملی فقط الان به اصطلاح تعهد داریم. البته میگم بخشش سررسید نشده. پرونده بزرگترین فساد تاریخ ایران به اختلاس 3000 میلیارد تومانی معروف شده که غیر از بانک ملی 7 بانک دیگر نیز درگیر این پرونده هستند. پیش از این برخی مقام ها از رسانه ها خواسته بودند که رقم اختلاس را کمتر اعلام کنند، اما اینک به نظر می رسد ابعاد این اختلاس بیشتر باشد. دادستان ایران همچنین خبر داده حدود 1800 میلیارد تومان از اعتبارات اعطا شده به عوامل اختلاس هنوز وصول نشده. برخی از خروج این مبلغ از ایران میگویند، اما در مقابل رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادعا کرده بخش اعظمی از مبالغ مورد سوء استفاده به نظام بانکی برگشته. دادستان کل ایران میگوید در رابطه با این پرونده تاکنون 22 نفر بازداشت شدند و 15 نفر دیگر احضار خواهند شد. هنوز از احضار مقام های دولتی مربوط به این اختلاس خبری داده نشده، اما مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد شدید از برخی دولتی ها گفته ادعایی که خود متخلف هستند به جای جبران تخلفات و عذرخواهی به این و آن حمله می کنند. اشاره آقای پور محمدی به 140 هزار سندی است که روزنامه دولتی ایران خبر داده به زودی علیه 314 مقام حکومتی فاش می شود. رسانه های دولتی افشاگری علیه منتقدان را دیروز با تردید به مدارک تحصیلی احمد توکلی نماینده مجلس آغاز کردند. آقای توکلی و برخی دیگر از نمایندگان در روزهای اخیر خواستار مسئولیت پذیری مقام های دولتی در قبال اختلاس شده بودند و پس از آنکه مقام های دولتی احتمال استعفای خود را رد کردند، این نمایندگان استیضاح وزیر اقتصاد و شکایت از رئیس جمهوری را پیگیری می کنند. آرش تیری.